حامی این برنامه لبخند زیبا با کریم دندان ضد حساسیت مریدنت. به نام خداوند بخش آینده و مهربان، سلام و شب همگی شما عزیزان بخیر. امروز دارم که جور صحتمند و سرحال باشین. باز هم خوش آمدین به برنامه است که بپرسم. باز هم من فاطمه رستا امشب در این برنامه با شما عزیزان هستم و شش اشتراک کننده طبق معمول، 50 امتیاز و 3 چراغ سبز. و خوشبختانه که اشتراک کننده های امشب ما همچنان مدل هستن. افتخار میکنم به مدل های افغانستان، بخصوص دختر خانم هایی که تازه رو میارن و میخوان که فعالیت های خودشان را نمایش بدن و یا نشان بدن و یا علاقه مندی خودشان را. میریم همراهشان بیشتر معرفی میشیم. مصطفی علیار مدل، اجمل مدل، ایمل مدل، حامد مدل، یلدا مدل، حریر مدل. برگشتیم. درست است که برنامه است که بپرسم در مرحله اول کمک آسان‌تر هست و شما میتونین که جواب بتین و چراغایتان سرخ نمیشه، اما بازم توجه داشته باشین که امتیازات شما میتونه که شما را برسانه به مراحل بعدی و میتونه که کمکتان بکنه تا اینکه بتونین سوالات بیشتر و یا اینکه مرحله های بیشتری را تعقیب بکنین و پیش ببرین. پس میخوایم که سوال اول داشته باشم از اشتراک کننده شماره 1. خوب هستین؟ سلام و درود، وقتتون بخیر. تشکر. سلام، تشکر. آماده هستین؟ دقیقاً. تیک تاک. تیک تاک. بسیار خوب. چطور تو استایل گگ معلوم میشین ابروهایتون؟ چی میگن؟ کت کدین منظم. دقیقاً، چون ما میخواهیم در برنامه‌ها متفاوت ظاهر شیم. مدل هستیم دیگه، مدل باید متفاوت باشه. مدل‌های افغانستان هستیم، تیم فوکس مدلینگ اینجنسی در 3 کشور: جرمنی، ترکیه، افغانستان و آن قریب کشورهای اروپایی دیگر. امی کورتگکتون خاص گوسفندکا نیست؟ بله بله، دقیقاً پوست گوسفند است. خواستیم زمستان است، یک نوآوری خاص داشته باشیم، یک دیزاین جدید داشته باشیم، یک کار متفاوت ساختیم. بله، بسیار مقبول. سوال اول میخوایم از خودتان داشته باشم. امیدوار هستم که بتونین در 10 ثانیه و گفته یگان تا و یا 3 ثانیه جواب بدین. درست است؟ آیا امیتاب بچن تا به حال کابل آمده است؟ 1 2 3. چطور آمده؟ آمدن. خب فیلم خداگاوار در کجا ثبت کردن؟ خب یادم نبود. طرف یادت نبود. 10 امتیازت کم میشه و چراغ در این مرحله صرف نمیشه و توجه بیشتر داشته باش. تیز تیز جواب بدین. خب شماره دوم، اشتراک کننده شماره دوم، نام خدا چه کاکولای داری؟ قربانتان، تشکر، سلامت باشین. آیا کره شمالی یک کشور اتمی است؟ بله و یا خیر؟ کره شمالی کشور اتمی است. بله. بله، نام خدا. 10 امتیاز شما از آن خودتان ساختین. و اشتراک کننده شماره سوم، چطور خنده میکنین؟ خوب هستین؟ و چهارمین روز هفته، چهارشنبه، چهارشنبه بگویند صحیح است؟ سه شنبه است. مطمئن هستی؟ حساب کنید دفعه؟ شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه. سه شنبه. بعد چهارمین روز هفته سه شنبه میگم. چه خب 10 امتیاز شما گرفتین. و اشتراک کننده شماره چهارم، آن کدام کلمه است که با سوادترین آدم ها آن را غلط می نویسند؟ 1 2 3. متاسفانه که دم پیاستان کم میشه. خود غلط هست. ببینید نگان تو مثلا توی تید صدار می تند، نگان تو تید و نقطه می تند، شما نوشته می تند. خب اشتراک کننده شماره 5، 3 خان بالیود را نام بگیرید. ها؟ چقدر آسان، 3 خان بالیود را نام بگیرید. 1 2 3. نه فهمی؟ سلمان خان، شاروخ خان، عامر خان. چقدر آسان. دوست نداری فیلم ها را حتما؟ نه خیلی. فیلم های هندی را دوست نداری؟ نه. باید از باید دوست داشته باشی. شما ده امتیازتان کم میشه و از دست میتین. و شماره 6، آیا برق توسط ادیسون اختراع گردیده بود؟ بله. بله، نام خدا. 10 امتیاز شما گرفتین با یک بله گفتن و جوابتان درست است. بازم برمیگردیم به اشتراک کننده شماره اول، کدام دانشمند قوانین حرکت و انرژی را اثبات کرد؟ اینشتین. متاسفانه که اشتباه، نیوتن بود. شما نیوتن. بازم ده امتیاز از دست دادین و امتیاز شما کم میشه و امتیازتان 30 امتیاز میشه.
و شماره دوم سوار بعدی از شما میخواییم داشته باشم، امن ترین صفحه اجتماعی برای مکالمات کدام است؟ اینستاگرام. متاسفانه واتساپ. اینستاگرام ببینید چقدر حق میکنن، به نام مرکز جور میکنن، این هم نیست نه؟ واتساپ بیشتر است، بخاطر که از این طریق یعنی حق کردنش بسیار کم امکان پذیر هست و نمیتونن کسی به نام کسی واتساپ جور میکنن، این بنام بر جور میشه. امتیازتان کم میشه. و شماره سوم میخوایم از شما سوال بعدی را داشته باشم، پایتخت پرتغال چه نام دارد؟ پایتخت پرتغال چه نام دارد؟ 1 2 3 مچم. لیزبون. ده امتیاز شما کم میشه متاسفانه. یک کمک خودش رو بتین. خب شماره 4 سوال بعدی از شما هست، هنرپیشه نقش زن در فیلم خداگوا چه نام داشت؟ هنرپیشش؟ 1 2 3 و ده نمرتان کم میشه. سردیبی. تو قوارد میمونه که خوش داشته باشی آهنگا و فیلم های هندی را؟ فقدر نمیبینم. نمیبینی؟ نه. از کدام کشورها را آهنگا و فیلم های زیادتر فیلم هندی میبینم و آهنگا ایرانی. خلاص دیگه این فیلم هندی بود دیگه، نه نتونستی. خب فیلم گذشته. شماره 5 کدام سبزیجات از جمله مواد عمده غذایی مردم افغانستان هست؟ سبزی پالک. سبزی پالک همیشه میخورن مردم افغانستان، درست است، هست استفاده میکنن اما کمتر است نه؟ اما به صورت عموم کچالو با اینجان رومی چیزا زیادتر میباشد در غذاهایشان که 100% استفاده میکنن نه؟ کچالو خب بسیار زیاد. متاسفانه که دم تیاز شما باسم کم میشه. و شماره 6 از شما میخواییم داشته باشم، سوالی است که آیا مهمترین محصول کشور غنا ککو است؟ از کجا؟ غنا ککو است. 1 2 3 بله. و ده امتیاز دیگر هم از آن خودتان ساختین و درست بود جوابتان. نام خدا فعلا شما بیشترین امتیاز دارین در بین دوستانتان. چانس خوب برتان میخوایم. شماره 1 مالک شبکه اجتماعی فیسبوک چه نام دارد؟ 1 2 3 نمیخوام. متاسفانه که جواب ندادین، باز هم ده امتیاز شما کم میشه. مارک زاکربرگ. چقدر آسان است. فیسبوک دارین؟ بله بله فیسبوک. هنوز تحقیق نکردیم که کی جور کرده. نه خیر، فیسبوک های ما حک میشه، اساس ما نخواستیم که تحقیق داشته باشیم، معلومات داشته باشیم. خب به هر صورت سوال بعدی را از شماره دوم میخوایم داشته باشم، پول رسمی آمریکا چیست؟ دلار. دلار. چقدر نام خدا تعالی من دستی، سوال های آسان آسان به خودت میاد. ده امتیاز بازم از آن خودت میشه. و شماره سوم پایتخت بلژیک چه نام دارد؟ 1 خیلی آسان است. 2 سه نمیدانین. بروکسل. ده امتیازتان باز هم کم میشه. و شماره 4 باز هم نوبت میرسه به شما، بدماش بدقار ششتین دیگه. آمیتاب بچن پدر کدام هنرپیشه سینمای بالیود است؟ ابیشک بچن. آفرین. اینه فیلم های نو است نی؟ بله. معلومات داری؟ ده امتیاز از آن خودت میشه که نام آروسشان چیست؟ نام آروسشان کاجل است؟ نه، اشواریا. اشواریا. بسیار خوب. شماره 5 بزرگترین تولید کننده کچالو در جهان کدام کشور است؟ چین. آفرین. نام خدا چین. ده امتیاز شما تانستین که از آن خودتان بسازین. ده امتیاز مبارکتان باشه. شماره 6 قلب انسان به چند بخش تقسیم شده است؟ به چند بخش تقسیم شده؟ 2 و 2 بخش. 3. آفرین. 2 بخش. نام خدا. جوابتان درست است و باز هم ده امتیاز از آن شما میشه. امتیازات شما میشه 80 امتیاز. شماره 1 بازم بر میگردیم به شما که یک ذره امتیازتان از کالگی کده کمتر هست، توجه بیشتر داشته باشین. درست است. موسیقی در کدام کشور اختراع گردید؟ موسیقی در کدام کشور اختراع شد؟ اختراع گردید کدام شد؟ در کدام کشور؟ 1 در کشور هندوستان. 2 3 و متاسفانه که اشتباه بود جوابتان، چین. ایمی چیزی که خوب و بد است از امی چین؟ بله اختراع میشه متاسفانه. کرونا از اونجا برآمد و کل چیز بیشتر چیزا. خب شما ده امتیاز بازم از دست دادین. و شماره 2 میبینیم که میتونین که این جواب را، سوال این جواب را بتین و یا خیر. نوشیدنی ها معمولا در کدام ظرف نوشیده میشود؟ گیلاس. گیلاس. اینا میگم واقعا طالمن هست، سوال خیلی آسان برشان میآید. ده امتیاز بازم شما گرفتین. و اشراق کننده شماره 3 کدام نقل مقل خونه دارید؟ اینجا خوب دقت سیل داری تلفن میلیفونت خونه ایست. خب
سوال از خودت میخوام داشته باشم، بولسوالی کلفگان مربوط به کدام ولایت است؟ بولسوالی کلفگان مربوط به کدام ولایت است؟ کجا؟ جوزجان. متاسفانه تخار. شما بازم ده امتیازتان از دست دادین. مفتی کردم این سوالای آسان، شما امتیازاتتان کم میشه. خب شماره 4 میخوام از شما داشته باشم، چون خودم تو قواریتون میمونم و می سوال که میخوام بکنم خدا کنه بتونید جواب بدی. اولین ربخان مرد در افغانستان کی بود؟ بیژن جان قندوزی. آفرین، بیژن قندوزی اولین ربخان مرد بود. میتونی یک آهنگ چیشو بخونی؟ نه قدر استعداد ندارم. اما تو یک چی میگن بخون؟ نمیتونم. نمیتونی؟ نه مشکل است. خب شماره 5 میخوام از شما داشته باشم که کیچری قروت غذای مشهور کدام ولایت افغانستان است؟ چی؟ کیچری قروت مربوط به غذای مشهور کدام ولایت از افغانستان است؟ کیچری قروت تخار. از کجاستی؟ از تخار هستی؟ نخیر. هر چیز طرف خود نبری یک نفر. نخیر، از تخار نیستم. یک دوست یک جواب. کدام ولایت؟ متاسفانه جواب دادن نتونستن. دم که از شما کم میشم. مربوط به هرات. کیچری خورود غذای محلی از ولایت هرات هستش. خب ام تو عاجزه سیل داره که یک سوال عاجزه داد پرسیده شما. امتیاز زیاد هم داری نوش جانت و تنست خوب جواب بدی. آفرینت. سوال 6 که از شما میپرسم است که ریکا هنرپیشه معروف بالیوود چند ساله است؟ چند ساله است؟ چند ساله است؟ میفهمی یا نه؟ نه خیلی. خیلی سانیان بعد وقت نمیتونم. 65 سال. متاسفانه که ده امتیازتان کم میشه. زندگی سرمه باشه. خوش نداری دیگه نی؟ نه خیلی. فیلم های این دیره خب اصلا نمیبینم. خوش ندارم. از کدام کشور میبینی؟ فیلم هیچ نمیبینم. آهنگ‌هاش خوش دارم. اولین کسی هستی که اصلا فیلم نمی‌بینی. خب شماره 1 بازم به شما. خدا کنه که در این سوال امتیاز شما دیگه صفر نشه. البته. زندگی چند نقطه داره؟ 2 نقطه داره. آفرین. آفرین، ده امتیاز از آن خودتان ساختین. شما سوال خیلی آسان بود اما خوب دانستین و زودی جواب بدین. شماره 2 بهترین بازیکن فوتبال در قرن 21 از نگاه کلوپ ساکر کی است؟ کی شد؟ سوال خوب بسیار مشکل است. ساکر فوتبال. بهترین بازیکن فوتبال. کریستیانو رونالدو. آفرین آفرین، نام خدا. امتیاز شما 70 امتیاز میشه. 10 امتیاز از آن خودتان ساختین. و شماره 3 غذای مورد علاقه خرگوش ها چیست؟ زردک دیگه. به خاطر چی خوب است میفهمی؟ به خاطر چی؟ چشم. شما ایت خو ضعیف نیست؟ نه تینا خم سهل داری؟ نه. ده امتیاز شما گرفتین. و شماره 4 سوال بعدی از شما هست. مهتاب روشنایی خود را از کجا میگیرد؟ از آفتاب. از آفتاب. نام خدا. جواب شما درست است و ده امتیاز از آن خودتان ساختین. شاکننده شماره 5 از یوتیوب برای چی استفاده میکنیم؟ ویدیو نگاه کردن. ویدیو دیدن ویدیوها. ویدیو نگاه کردن. آفرین خدا چقدر کرده تا میزنی به دیدن ویدیو. زیادتر از کدام صفحه اجتماعی یا اپلیکیشن استفاده میکنی؟ زیادتر از مودلینگی. مودلینگی؟ مثلا در کدام اپلیکیشن است؟ واتساپ، فیسبوک، یوتیوب، گوگل، چی میزنی؟ زیادتر از گوگل. از گوگل، بله بسیار خوب. شماره 6 از شما میخوایم سوال بعدی را داشته باشم. از چه سالی به بعد تفاوت بین پای راست و چپ در ساخت کفش اهمیت داده شد؟ اینا میفهمیدی که اندازه پای از راست و چپت فرق داره؟ بله بله. چقدر فرق داره؟ میفهم. تقریبا شاید یک نمره تفاوت داشته. یک نمره نه. عموما از همه انسان‌های تفاوت داره. از چه وقتی این کشف شد؟ سوالش را نمیفهم. نمیفهمیم؟ در سال 1818. اینا رو فهمیدم که شما. 10 نمره تان کم میشه. 10 نمره از دوست دادین و فهمیدین. بر صورت چانس خوب براتون میخوایم. فعلا بلندترین نمره رو فکر کنم شماره 2 داره ها. چانس خوب برات میخوایم. خدا کنه بتونی مرحله بعدی رو همچنان به خوبی پیش ببری. یک دم میگیریم و یک رفت آمد کوتاه و مرحله اساس سر میشه و میخوایم که یک نفسی تازه کنه. مصطفی علیار 20 امتیاز با 3 چراغ سبز.
اجمل 70 امتیاز با 3 چراغ سبز، ایمل 30 امتیاز با 3 چراغ سبز، حامد 60 امتیاز با 3 چراغ سبز، یلدا 40 امتیاز با 3 چراغ سبز، حریر 60 امتیاز با 3 چراغ سبز. خوش آمدید و بازم شب شما دوستان خوبان و دوستداران برنامه است که بپرسم بخیر. در مرحله دوم هستیم و در این برنامه مدل‌ها با ما هستن و مرحله دوم هست و مرحله حساس‌تر میشه و میخواییم که سوالات را داشته باشیم از اشتراک کننده های ما. در بین اینا کسی که بلندترین امتیاز داره یا نمره را داره شماره دوم هست و سوال هم از اینا پرسیده میشه، دقت داشته باشین. من سوال مطرح میکنم، شما اگر جواب دادین خوب، اگر جواب ندادین 10 نمرتان کم میشه و یک چراغتان هم سرخ میشه و اگر هر سه چراغ سبزتان سرخ شد شما از برنامه حذف میشین، چون دای بخش امتیازات قدر یعنی که نقش نداره. درست است؟ و بعد از اینکه جواب دادین بس از کی بپرسم از شما پرسیده میشه و شما هر یکی از دوستانی که انتخاب کردین از همون پرسیده میشه. کوشش بکنین که هر سه چراغتان سبز نگه بدارین. درست است؟ خب آماده هستین که سوال بعدی را از شما داشته باشم؟ صد درصد. سوال آسان نیست، مرحله اول باره که نمره زیاد شده برا. مشکل نیست. شیر زایل اثر کیست؟ من در تو گریزان شدم از فتنه خیش، من آن تو هم، مرا به من باز مده. مولانا. مطمئن هستی؟ آفرین، نام خدا. ده امتیاز گرفتن و جوابتان هم درست بود. از کی بپرسم؟ شماره چند؟ شماره 6. شماره 6. از خودت میخواییم سوال بعدی را داشته باشم، خدا کنه که جواب بدی. مرحله حساس است، دقت داشته باش. درست است؟ بله. بیلتون محلی خان کشور از کدام ولایت بود؟ یک ولایت شنام بگیر. از کدام ولایت؟ 1 2 3 کابل بود. 4 5 و یک چراغت سرخ میشه و جواب درست نیست و ده امتیازت هم کم میشه. از لوگر. از کی بپرسم شماره 2؟ آمد جان. شماره چند؟ شماره 4. از شماره 4 میپرسم سوال بعدی را، خدا کنه که بتانی جواب بدی. ویلیام شکسپیر کی بود؟ دانشمند بود. 1 2 3 4 5 و باز هم یک چراغ سرخ میشه. از شما هم چنان و دم پیاسانم کم میشه. شاعر و نویسنده انگلستانی بود. از کی بپرسم شماره 2؟ ایمل جان. شماره 3. از شماره 3 میپرسم پایتخت لیبی چه نام دارد؟ 1 2 3 نمیفهمی؟ چرا اومدی خیلی؟ ترابلس. متاسفانه یک چراغت سرخ میشه و ده امتیازتام کم میشه. از کی بپرسم؟ مصطفی جان. نام میزشان را میگی. درست است؟ خب. یک خود دو سه چهار پنج. از شماره اول میخوایم سوال بعدی را داشته باشم. شاعر این شعر کیست؟ شماره اول. ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی. تاره کی؟ گوگوش. شاعر است، نمیگم آهنگ از کی است. تو هدف تا آخر بشنو. ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی، تا ره رو نباشی کی راه بر شوی. از کی است؟ از گوگوش است؟ متاسفانه که اشتباه است. امی از گوگوش هم نیست. خب خیر باشه، شما یک چراغ تان سرخ میشه و ده امتیازتان هم کم میشه. از حافظ شیرازی هست. از کی بپرسم؟ فکر کنم خودت میخوای کل اگیره هست بسن. نه خیر خدا نکنه. خب میخوایم کلشان اشتراک کنه. خیر بگو، از خودت بپرسم. از من؟ خب درست خیر. نه من نمیگم، خودت بگو اگر راضی هستی. نه چون امکان داره که حذف شوی. شماره 5 هم بپرسم باز بعد. شماره 5 خودت مانده بودی. دیوان حافظ شامل چند غزل چند رب و چند ربایی می باشد؟ دیوان حافظ شامل چند غزل و چند ربایی می باشد؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 نمی فهمی؟ نه. 10 ثانیه هم بعد وقت دادم. متاسفانه که ده نمرتان کم میشه و یک چراغ دارم سرخ میشه. 500 غزل و 42 ربایی می باشد. از کی بپرسم؟ شماره 5. خانه کی را خراب میکنی؟ 5؟ خودت هم میخوای حذف بسازه. کدام حشره میتواند 10 الی 50 برابر وزن خود را بر روی دوشان بر روی دوش خود حمل نماید؟ چه آسان است. کدام حیوان است که میتواند 50 برابر وزن خود را بر روی دوش خودش حمل کند؟ 1 2 3 4 5 و یک چراغ سرخ دیگه مبارکتان باشد. امتیازم کم میشه. دوستتانم نقل داد که مورچه
اما متاسفانه که نقل نبودی چی تو؟ نه نبودی؟ تو الوز نگی نقل نکردی خوی خنده کردم بودو دیگه خنده کردم خنده نوکس نگی از کی بپرسم؟ شماره 5 هلو شماره 5 خودت حذف نشی یک دفعه خب؟ جواب بده مجنون چو حدیث عشق بشنید اول بگریست سپس بخندید یا پس بخندید از کی هست؟ نمیدونم نمیدانی؟ نه خی خدافزت من خدافز خب اینو از برنامه حذف شدن متاسفانه که سه چراغشان سرخ شد و جواب این سوال ما هم که این شعر از نظامی گنجوی بود از کی بپرسم؟ آمد جان شماره 4 شماره 4 فقط 6 تن کوشش بکنین که بتونین جای اونا رو بگیرین و خودتان حفظ بکنین درست است سوال از شما میپرسم کدام کشور برای شاه امان الله خان یک فروند تیاره هدیه داده بود روسیه متاسفانه یک چانس دیگه برات میتونم یک چیز انتخاب بکنم پاکستان متاسفانه بلژیک جواب شما اشتباه بود و یک چراغ سرخ دوباره گرفتین در امتیازتانم کم میشه سوال بعدی را از کی بپرسم؟ شماره 6 نوید جان شماره 6 سوال از خودت می داشته باشم کدام کشور بزرگترین جزیره جهان محسوب می شود؟ کدام کشور بزرگترین جزیره جهان محسوب می شود؟ 1 انگلستان 3 4 5 گرینلند متاسفانه که دم تیاستان کم می شود و یک چراغ تانم سرخ می شود از کی بپرسم؟ شماره 3 شماره 3 خیلی سوال آسان است خوب باید 100% جواب بدی جدیدترین رنگ آیفون چه رنگ است گلدن سلوار نه آله کلش نام نگی سات. جواب اشتباه بود آبی هست جدیدترین رنگ آیفون رنگ آبی رنگ است درست است آبی تیره متاسفانه اگه امتیازت کم میشه و یک چراغ دیگه تام سرخ میشه از کی بپرسم از خودم بپرس از خودت میپرسم کدام پرنده شکاری شکار خود را با صوت جستجو می کند یا با صدای خود جستجو می کند 1 2 3 4 چی باشه چیست باشه متاسفانه اشتباه بود یک چراغتان سرخ می شود امتیازتانم کم می شود جوابش جغد یا بوم هست چون فعلا بلندترین امتیاز خودت داری بازم سوال از خودت پرسیده می شود خب متوجه باش چون که خودت بلندترین امتیاز داری و خودت هم باید جواب بدی در صنایع گوگرد سازی از کدام نوع فسفور استفاده می شود فسفورس سرخ آفرین نام خدا شما ده امتیاز گرفتین از کی بپرسم از حامد جان شماره چند 4 شماره 4 سوال بعدی از شما هست واحد اندازه‌گیری الماس چیست 1 قیرات آفرین قیرات نام خود داد امتیاز گرفتین شما از کی بپرسم امتی یک ذره خدا شعور بتین یک ذره ما انرژی بگیرم مرا خو میبره حالا از شماره 2 شماره دوم باز هم میدان رقابت شما باز شده و بعد یک دیگه تون حذف بسازین از برنامه سوال می خانم و خدا کنه که بتونی جواب بدی ماده خارجی دندان که ماده سخت و شفاف است چی نام دارد یا به نام چی یاد می شود 1 2 امی سوال تکرار کنه باز 10 دفعه بر تکرار می کنم ماده خارجی دندان که ماده سفید و سخت است شفاف است به نام چی یاد می شود 1 2 3 4 5 به نام بوش دندان مینا مینای دندان مینا دخترم سایه تانا نمی کنم نه نه دمتیازتان کم می شود یک چراغ تانم سرخ می شود و تسلیت بر شما باشه و شماره 4 از کی بپرسم شماره 3 شماره 3 متوجه باش که اگر این سوال را نتونی که جواب بدی از برنامه حذف می شی درست است؟ خب از شما می پرسم که مرکز شهر کابل کجاست؟ پل خشتی آفرین پل خشتی نام خدا ده امتیاز شما گرفتیم بیشتر یا فکر میکنم که مرکز شهر کابل حتما چیست نه؟ شهر نو است در صورت که مناطق قدیمی شهر کابل پل خشتی و مرادخانی اینا هستن که مرکز شهر کابل هستن از کی بپرسم؟ از نمبر 2 نمبر 2 خودت هم امکان حذفت هست شماره دوم متوجه باش بنای کاخ سفید در ابتدا چی نام داشت؟ ریاست جمهوری بله نام خدا قصر ریاست جمهوری نام داشت شما ده امتیاز از آن خودتان ساختین از کی بپرسم؟ شماره 4 ش...
شماره 4 متوجه باش که میخواین خودت هست بسازن. به سراغ من اگر میایید نرم و آهسته بیایید، مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من. از کدام شاعر است؟ از یک مولانا. دو حافظ سیرتی. سه چهار و پنج. متاسفانه دو جواب را گفتین. ببینین و میگین مولانا، حافظ شیرازی، مچم سعدی، اینا اینا امکان داره که یک جواب شما درست باشه، اما یک جواب بتین دقت کرده. سهراب سپهری. این شعر از سهراب سپهری است. درست. از کی بپرسم؟ من؟ بله. خب شما جواب دادین؟ شماره 3. خب شما از برنامه هست شده شماره 4. خیلی راست دیگه ها؟ مشکل نیست، یک برنامه تخفیف. خب برصورت شماره دوم گفتین، از شماره سوم بپرسید. بله. نوبت شما هست که شما را از بسازن، دقت بیشتر داشته باشین. ولسوالی برکی برک مربوط به کدام ولایت است؟ لوگر. لوگر. نام خدا دم پیاد از آن شما میشه. از کی بپرسم؟ خودش از میسازی چطور؟ شماره دو. شماره دوم، لقب کشور مراکش در بین گردشگران چیست؟ کسایی که گردشگر هستن کشور مراکش را به نام چی یاد میکنن؟ یک، مرکز سیاحتی. سه، چهار، پنج. متاسفانه که شما از برنامه حذف شدین. اما تو هرچی که دادون اتومد این که دیگه شاید درست نداید. به نام شهر سرخ. متاسفانه که تا حالا سه اشتراک کننده ما حذف شدن و سه اشتراک کننده مونده و چانس بیشتر با شماره یک هست که دو چراغ سبز داره، امکان داره که به برنامه آخر شماره یک ما را پیدا بکنم. خب میریم طرف یک وقفه کوتاه. بعد از وقفه مرحله حساس‌تر و سوالاتم سخت‌تر. مصطفی علیار 0 امتیاز با 2 چراغ سبز. اجمل با 3 چراغ سرخ حذف. ایمل 30 امتیاز با 1 چراغ سبز. حامد با 3 چراغ سرخ حذف. یلدا با 3 چراغ سرخ حذف. حریر 40 امتیاز با 1 چراغ سبز. بازم خوش آمدین. کسایی که تازه با ما پیوستن، ادامه برنامه است که بپرسم هست و مرحله حساس‌تر شده میره. و خب سه اشتراک کننده ما حذف شد، سه اشتراک کننده مونده. اشتراک کننده یک با 0 امتیاز، نام خدا. اما چانسشان خوب است که دو چراغ سبزشان مونده. اشتراک کننده شماره 3 با 30 امتیاز و یک چراغ سبز. اشتراک کننده شماره 6 با 40 امتیاز و یک چراغ سبز. ما چانس خوب براتون میخوایم. هر کس که بتونه به مرحله آخر راه پیدا بکنه 5000 افغانی از آن خودشان میشه، از آن خود میسازه. درست است؟ پس دقت بیشتر داشته باشین. خب از شماره 3 باید بپرسیم، به خاطر که شماره 4 را شما حذف ساختین. از کی بپرسم؟ از شماره 1. شماره 1. هنر عکاسی بعد از چند سال بر رسمیت شناخته شد؟ 10 سال. آفرین، نام خدا. اما تو گفتی یا که میفهمیدی؟ میفهمم، چون هنر عکاسی فوتوگرافر هستم، مدل هستم. نام خدا، نام خدا، نام خدا، بیشک. ببینید هنرتان چقدر شما را کمک میکنن. معلومات کافی باید در رابطه با مسلکتان داشته باشین. از کی بپرسم؟ حامد جان. شماره 6. حامد، به نام عمر خیام هتلی که ساخته شده در کدام کشور است؟ عمر خیام. به نام عمر خیام هتلی که ساخته شده در کدام کشور است؟ یک، دو، سه، حذف میشی، چهار، یک جواب برام بگو. پنج. نفهمیدم. نمیفهمی؟ در کشور تونس هست. متاسفانه که شما از برنامه حذف شده. تشکر. تشکر از شما هم. سلامت باشید. از کی بپرسم؟ شماره 1. یک نفر مونده. شماره 3 بپرسم. از خودم بپرسین. از خودت بپرسم؟ بله. چطور جان فداستی یک رقم. برم هم یک سوال خیلی آسان ازت پرسان میکنم که خیلی 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 آسان هست. تشکر. اولین موجود زنده که به فضا فرستاده شد کدام موجود بود؟ مگس. منگس. آفرین، منگس نه مگس. مگس. شما ده امتیاز از آن خودتان ساختین. بله، که بعدن سگ و حیوانات دیگر
اینا روان کردن ها؟ دقیقا. از خودت بپرسم یا از شماره سه؟ از کی بپرسم؟ از اونا چند چیزشان مانه؟ اونا اگه یک سوال دیگه ازشان کنم حذف میشن اگه جواب بپرسم. دادن نتانستن از خودم بپرسم. نام خدا، مرتفع ترین قله رشته کوه آلپ چه نام دارد؟ مرتفع ترین رشته کوه آلپ چه نام دارد؟ پامیر. یک، دو، از آلپ. سه، آلپ. چهار، توکیو. توکیو خب پایتخت ژاپن است، چی میگین؟ اشتباه هست، یک چراغتان سرخ میشه و دمتیازتان کم میشه. جوابش هست مونبلان. میفهمیدی؟ نه خیلی نمیفهمیدی. نمیفهمیدیم. خب متاسفانه که شما یک چراغ دیگه تان هم سرخ میشه، دمتیازتان هم که کم شد، چون که اشتراک کننده شماره سه امتیازاتشان نسبت به شما بیشتر است. من از اینا میپرسم، اینا سه امتیاز دارن، درست است؟ آماده هستی؟ بفرمایید. داکا پایتخت کدام کشور است؟ حذف میشی، باید جواب بدی. یک، دو، سه، پرتغال. چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نو، ده. بسیار زیاد براتون وقت دادم اما جواب دادن نتونستین. بنگلادش. شما متاسفانه اگه از برنامه حذف شدین. چرا خنده میکنی؟ خب هر صورت شما در تیم مدلینگتان هستین ها؟ بسیار خب. چقدر دیر میشه که به مدلینگ رو آبادی؟ به مدلینگ مدت 3-4 ماه میشه. 3-4 ماه میشه. و خودم در رشته خیاطیستم. نام خدایی که باز خیاط مدل هم باشه دیگه، چقدر خوب بر خود کالا جور کنه میرین. خیاط زنانه یا مردانه؟ زنانه. زنانه؟ مسلکم زنانه است. خیلی دیگه باید از این دیگه کالا رو برتان میاریم. لباس کل همی تیم مدلینگ خود دارم میدوزیم؟ مصطفی جان است و ما ممبرش هم کاری میکنم. نام خدا در کناری که شما خیاط هم هستین، یعنی در قسمت دیزاین هم شما کار کردین؟ آه امت کالای مرا میتنین بودوزین امت مقبول؟ از این که بیتر ما در دوبای کار کردیم. در دوبای کار کردیم. نام خدا بز یعنی که در اونجا خیاطی کار میکردیم؟ در اونجا خیاطی بود. بسیار خب. کدام مدل ها اونجا خب لباس افغانی زیاد دوخته نمیشه؟ نه افغانی نیست، اونجا هبای است، مفلیس و پیران های جلبی میگه. هم تولیدی هم آردر میگرفتیم. بسیار خب بسیار خب بسیار خب. ای که تجربیات شما زیادتر میشه، خیاط خوبتر در کشور میداشته باشیم هم خوب است، درست است؟ باز من واقعا خوش دارم خیاطی ها داشته باشیم. سخت نیست؟ آسان است اگه بخواییم. خیلی بیایم در پیشتان شاگرد شوام. چطور؟ هزار دفعه. پیسه میتین یا پیسه میگیرین که بیایم؟ کس میخواید تیز یاد بگیره باید دو پیسه بتا. پیسه بتا. قصورای سخت از اول اگه میگفتی ازت پرسان میکدا. خب به هر صورت شما حذف شدین. متاسفانه که در این مرحله ما 5 اشتراک کننده را از دست دادیم، حذف شدن و یک اشتراک کننده که شماره یک هست مانده و یک اشتراک کننده ما هم یک چراغ سبز داره و ده امتیاز داره که مرحله آخر با اینا میخواییم پیش ببریم که میتونن جواب بتن و یا خیر. کوشش میکنم سوالات آسان از گروپ سوالات آسان ازشان داشته باشیم تا بتونن که با ما پیش برن، درست است؟ از مرحله آخر معلومات داری؟ مرحله آخر نخیر. نخیر. شما 5000 افغانی رو خواهال با خودتان دارین، در پیشتان هست، مبارکتان باشه. شما از این مرحله تانستن که 5000 افغانی رو از آن خودتان بسازین. تشکر. من در مرحله آخر سوال ازتان میپرسم بسیار. چون شما یک چانس دیگه دارین، اگر شما از برنامه حذف شوین من براتون دوباره چانس میتم، درست است؟ درست است. دوست دارین بیشتر از کدوم گروپ سوالات باشه؟ از عکاسی و خیاطی. خوب از بله بشتن. بسیار خوب. میبینیم که کدام سوالات هست اما بعد از یک رفت و آمد بسیار کوتاه برمیگردیم و همراهی و همکاری شما خوبان خواهان است. مصطفی علیار 10 امتیاز با یک چراغ سبز، اجمل با 3 چراغ سرخ حذف، ایمل با 3 چراغ سرخ حذف، حامد با 3 چراغ سرخ حذف، یلدا با 3 چراغ سرخ حذف، حریر با 3 چراغ سرخ حذف.
باز هم خوش آمدین و مرحله اخیر برنامه است که بپرسم هست و یک اشتراک کننده در این بخش با ما هستن و شانس خوب برشان میخوایم. با 5000 افغانیشان میتونن که پول بیشتری از آن خودشان بسازن و یا میتونن که با همین 5000 افغانی به طرف خانه برگردن. آماده هستین؟ بله. چندم نمره فارغ شدین؟ ما دوم نمره فارغ شدیم. از مکتب یا پانتون؟ پانتون. چی خواندین؟ حقوق علوم سیاسی. نام خدا، نام خدا. بله. دانشگاه دولتی یا شخصی؟ شخصی. امتحان کنکور دادیم، از طریق از اونا باز ما را به پانتون شخصی. آها، نام خدا. دوم نمره. سفر. مکتب چند نمره فارغ شدیم؟ مکتب هفتم نمره. هفتم نمره. خوب. بله. است، بد نیست. سوال ازتان میپرسم، کدام مضامین بیشتر دوست دارید؟ این مضامین اقتصادی باشه و سیاسی باشه خیلی خوب هستن. بسیار خوب. بله. امیدوار هستم که در گروه سوالاتون همچین سوالاتی وجود داشته باشه. 5000 افغانی را به خودتان دارین، شما یک چراغ سبز دارین. سوال از شما میپرسم، کوشش بکنین که جواب بدین. درست است؟ درست. قیمت این سوال ما هم 1000 افغانی است. یعنی اگر بتونین جواب بدین، 1000 به حساب شما میایه که بله. 5000 تون میشه 6000 افغانی. تشکر. درست است؟ خب، مستطیل چند زاویه قائمه دارد؟ الف 3 زاویه قائمه، ب 4 زاویه قائمه، جیم 2 زاویه قائمه و دال 1 زاویه قائمه دارد. 1 زاویه قائمه. متاسفانه شما از برنامه حذف شدین و جوابتان هم اشتباه. مستطیل. مستطیل چند زاویه قائمه داره؟ قائمه یعنی 90 درجه. 90 درجه. 4 تا داره. 4 تا. بله. یک چرا میگی؟ بخیر میاد. متاسفانه نمیشه. نه دیگه نمیشه. چی کنیم؟ خیره. شما از برنامه حذف شدین. اما ما میخواییم یک گیم رایتان بازی بکنم. خوب دقت داشته باشین اگر میخواین پولتان بیشتر شود. من 1000 افغانی را از 5000 تان میگیرم و سوالی را میپرسم که 2500 افغانی قیمت دارن. یعنی فکر بکنین 2500 افغانی قیمت داره. شما 4000 افغانی را میداشته باشین میشه چند؟ 5500 افغانی. 6500 افغانی. میخواین تبادله بکنین؟ درست است؟ اینکه بتونین که پیش ببرین سوالات را و گیم را پیش ببرین و بازا بکنین. سوال خیلی آسان است، بسیار آسان هست و به می خاطر من میخوام تبادله بکنم با شما. اگر از هر کسی پرسان بکنیم، اگر از یک صنف سی مکتب هم پرسان بکنیم جواب میدم. آماده هستی؟ نه متاسفانه نمیتونم. من نمیتونم بازی را. ببینید شما 1000 افغانی را از دست میتین. درست است؟ بله. اما اگر جواب بدین که حتما میتونین جواب بدین، سوال آسان است. 2500 افغانی کم نیست برتون، میای 6500 افغانی میشه. 1500 افغانی سر پاکستان اضافه میشه. درست هستن؟ خب درست است. شما تبادله کردین، 1000 افغانی از شما گرفته شد، شما یک چراغ سبز گرفتین و سوال از شما میپرسم، اگر جواب بدین 2500 افغانی رو شما میگیرین. درجه حرارت طبیعی بدن انسان چند است؟ 30 درجه، ب 35 درجه، جیم 37 درجه و دال 34 درجه. الف 38 درجه، ب 35 درجه، جیم 37 درجه و دال 34 درجه. براتون 3 ثانیه میتونم چی؟ 37 درجه. بله 37 درجه درست است و شما 2500 افغانی رو تونستین که از این سوال بگیرید. ببینید چقدر دل نادل بودین، پیستان زیاد شد نه؟ چون همکارا نیستن دیگه، خوشایند نیستن بازی که ادامه بدیم. همکارای تو رو چی میکنی؟ پیسه است، پیسه. برنامه رقابتی است. چونو میگم خفه نشن به اساس از امو. تو پیسه بگی؟ بله. از اینجا بابا برشان کباب بته، قابلی بته، میمانیشان بکن. اگه خفه شد باز بیا من رو کن. درست است؟ درست. خب بازم شما چانس دارین، من یک سوال دیگرم از شما میپرسم که بسیار سوال آسان هست و قیمت این سوال ما هم هست 3000 افغانی. یعنی فکر بکنین اگر جواب بدین 6500 افغانی دارین و 3000 افغانی هم بر شما میایم که 9500 افغانی میشه. درست است؟ درست. خب سازمان صحی جهان در کدام سال تأسیس شد؟ الف در سال 1948 میلادی، ب در سال 1947 میلادی. یک سال تفاوتشان هست و شما باید یک گزینه را انتخاب بکنین، الف و یا ب. شما ببخشید سوال دوباره. سازمان صحی جهانی در کدام سال تأسیس شد؟ الف در سال 1948 میلادی و ب در سال 1947 میلادی. یک در سال 1948 میلادی. 1948 میلادی؟ بله. مطمئن هستی؟ 100 درصد. پیست کم نشن. یک دو سه کدام؟ 100 درصد 48 میلادی. نام خدا. 3000 افغانی دیگه هم به حساب شما آمد. 9500 افغانی.
تشکر. بیشک. چه قسم میخوایی که دوستای از دل دوستای در بیاری که اینجا نیستن حالا؟ خفنشن از خودت. چی میخری براشون؟ از نونی مزارف کنی؟ بچارا همیشه هم کاری میکنن، همیشه سر وقت خود سر همیشه وقت هم کاری میکنن، همیشه سر تایم هستن، بز بله. بیچارا هم هستن. بیچاره هستن چون شرایط سخت دشوار در افغانستان که هر روز هاری از انتحار است و انفجار است و مشکلات اقتصادی است. خداوند سر ما و شما رحم کنه. اول از همه کرونا را از بین ببره و بعدش هم انشاءالله که صلح و آرامش و امنیت در افغانستان بیاید. آماده هستین سوال بعدی را براتون بپرسم؟ سوال بعدی ما هم خیلی آسان هست و ارزشش 3500 افغانی است. یعنی اگر جواب بدین نونی مزارتان 3500 افغانی هم که بیاید چند میشه؟ 12 و نیم است. 13000. بفرمایید سوال کنین. ده پیسه زیاد شده میره دیگه، اما تو خوش خوش شیشته جواب بده. سوال آسان است، من براتون میگم سوال آسان است. خب ویلیام شکسپیر در عمر چند سالگی درگذشت؟ الف در سن 53 سالگی، ب در سن 52 سالگی. 53 سالگی. متاسفانه که شما از برنامه حذف شدین و جوابتان هم اشتباه بود، اما مبارکتان باشه. 9500 افغانی. 9500 افغانی. تشکر. دیدین اگر که در مرحله اول نمیخواستین پیش ببرین، اما 5000 افغانی رو داشتین و خلاص، اما حالا پیسیتون 9500 افغانی شد. درست است؟ تشکر. خب تشکر از تیمتان، از خودتان و از اینکه اومدین اشتراک کردین و از اینکه برنامه خوبی رو با ما پیش بردین. تشکر از شما، تشکر از تمام مسئولین تلویزیون جهانی یک و از برنامه زیبای شما که از کی بپرسم. تشکر ویژه قلبم سپاس که مدلای افغانستان، مدلای فوکس ایجنسی را دعوت کردین و یک برنامه زیبا واقعا همراه شما داشتن. تشکر بسیار زیاد از شما همچنان و موفق باشین. قربانتان. تشکر. قابلیتتان نره بر شما. انشالله انشالله کنج فلاو میتیم شما. تشکر از شما هم که تا این لحظه بیننده برنامه ما بودین. زنده و سلامت باشین. شما جوانان عزیز چه از طبقه دختر خانم و یا پسرها میتونین که در این برنامه اشتراک بکنین. شماره تماس همین لحظه روی اسکرین های تلویزیونتان تماشا میکنین. شماره واتساپ هست که شما میتونین که پیام رمان بکنین و یا زنگ بزنین و اشتراک بکنین در این برنامه. من فاطمه رسا باز هم در برنامه بعدی منتظر شما خوبان هستم و وقت خوب و خوش براتان میخوایم. شبتان خوش و خدا نگهدارتان. حامی این برنامه لبخند زیبا با کریم دندان ضد حساسیت مریدنت.